روز به روز که می‌گذرد بر نفوذ سنی های تندروی طالبان در پاکستان افزوده می‌شود. اکنون کار به جایی رسیده که گروه تحریک طالبان پاکستان به طور مستقیم مقام های ارشد دولتی و سیاسی این کشور از جمله نخست وزیر پاکستان را مورد تهدید قرار دادند. همکارم هورا عبدالمجید گزارش می‌دهد. بیش از یک سال و نیم پیش بود که سنی های تندروی طالبان در افغانستان بعد از 20 سال توانستند یک بار دیگر قدرت را در دست بگیرند. البته این اتفاق بعد از چند سال مذاکره میان طالبان با ایالات متحده آمریکا در دوحه پایتخت قطر و توافق بین طرفین رخ داد. بعد از توافق بود که به یک بار سر و کله نیروهای طالبان در کابل، پایتخت افغانستان و دیگر شهرهای این کشور پیدا شد و ظرف مدت زمان کوتاهی موفق شدند بر بیشتر مناطق و شهرهای افغانستان تسلط یابند و دولت اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان را ساقط کنند. اشرف غنی هم چند روز بعد اعلام کرد که در دبی است و ساقط کردن دولتش را توطئه خواند. اما دیگر کار از کار گذشته بود و سنی های تندروی طالبان مجدداً به قدرت رسیده بودند. نفوذ طالبان به اینجا محدود نشد، بلکه به مرور زمان برخی گروه های افراطی مانند داعش شاخه افغانستان که داعش خراسان نامیده می شود نیز بیش از پیش قدرتمندتر شده و عملیات های تروریستی خود علیه شهروندان غیر نظامی به ویژه شیعیان افغانستان را افزایش دادند. اما قدرت گرفتن طالبان در افغانستان بدون شک بر کشورهای همسایه این کشور نیز تأثیر گذاشته. رؤسای جمهور ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان در طول این مدت بارها و بارها نسبت به افزایش نفوذ گروه‌های تندرو و تروریستی در آسیای میانه و خاک کشورهایشان هشدار دادند. در این مدت داعش خراسان چندین بار هم اعلام کرده که در زمان مشخص به ایران حمله خواهد کرد و بخش‌هایی از این کشور که شامل استان خراسان در شمال شرق ایران می شود را زیر سلطه خود در خواهد آورد. البته مقام‌های ایرانی اعتنایی به این تهدیدات نکردند. اما در پاکستان، گروه تحریک طالبان که میتوان آن را شاخه طالبان در پاکستان دانست، روز به روز قدرتمندتر شد و بر عملیات‌های خود افزود و به حملات بیشتری علیه نیروی نظامی و ارتش پاکستان دست زد. اما حالا کار به جایی رسیده که طالبان پاکستان مقام‌های ارشد این کشور و حتی شهباز شریف نخست وزیر و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان را مورد تهدید قرار دادند. در همین راستا محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان در بیانیه واتساپی نوشت: مدت هاست که تحریک طالبان پاکستان هیچ اقدامی علیه احزاب سیاسی انجام نداده است. اما اگر این دو حزب که کابینه فعلی پاکستان را تشکیل می دهند در موضع خود ثابت بمانند و تغییری در قبال طالبان انجام ندهند، آنگاه علیه رهبران این دو حزب اقدامی صورت خواهد گرفت. مردم باید از نزدیک شدن به این دو حزب اجتناب کنند. وی در ادامه این بیانیه افزود: هدف ما نیروهای امنیتی پاکستان هستند که برخلاف منافع این کشور و به خواست غرب عمل می کنند. این بیانیه همچنین از احزاب سیاسی مذهبی پاکستان خواسته تا در اقدام علیه طالبان شرکت نکنند. در واکنش به این تهدید، مقام‌های مسئول در اسلام آباد موضع‌گیری طالبان پاکستان را اعلام جنگ علیه دولت پاکستان دانستند. حالا باید منتظر ماند و دید که سنی‌های تندروی تحریک طالبان تا کجا پیش خواهند رفت و آیا به تهدیدات خود علیه مقام‌های دولتی پاکستان عمل خواهند کرد یا خیر، و آیا آنها هم مانند طالبان افغانستان قدرت را در کشورشان در دست خواهند گرفت؟ هورا عبدالمجید، اخبار شیعه.